سلام و وقت همه شما بخیر. به برنامه درمان خوش آمدید. رستم همایون رسولی هستم، مجری برنامه. در برنامه امشب باسم مطالب خیلی جالب و عالی بر شما آماده ساختیم. پس بیاین که در ابتدا با مطالب امشب برنامه آشنایی حاصل کنیم. در این برنامه با مطالب زل میپردازیم. در بخش اول میبینید عملیات تبدیل نبودن مفصل در افغانستان. عقل دندان را چرا باید کشید؟ در بخش تغذیه سالم میبینید گذاشتن بوتل های آب مدنی در تحت شای آفتاب چی از را دارد؟ ممکن برای تعداد زیاد از مردم مایی سوال خلق شده باشه که آیا تبدیلی مفاصل در کشور ما هم امکان پذیر هست یا خیر؟ برای دریافت این سوال این بخش برنامه را حتما بیننده باشین و پس از این بخش معلومات جالب داریم در مورد عقل دندان، پس با ما همراه باشین. مریض ما بابانی نمره رسنه 60 ساله است از ولایت لوگر، به تشخیص اوستیارتریت یا تخریب مفصل دیگک است که ناشی از عوامل مختلفه میتونه به وجود آمده باشه که سبب درد شدید در قسمت مفصل دیگک داشته و از این درد رنج میبرده که توانایی حرکی مریض خراب ساخته و باعث شده که مریض به شفاخانه مراجعه کنه که خوشبختانه تقریبا مدت اضافه تر از 2 سال میشه که در شفاخانه وزیر اکبر خان تبدیل کامل مفصل صورت میگیره که یک عملیات بسیار بزرگ و فوق تخصصی است که هزینه بسیار بلند را داشت و قبلا در کشورهای هند و پاکستان و کشورهای خارج این عملیات صورت میگرفت، اما خوشبختانه از مدت زیادتر از 2 سال میشه که این عملیات را با یک هزینه بسیار کمه که تنها مریض همو سامان عملیاتی خود میخره و شکل کامل رایگان در شفاخانه وزیر اکبر خان اجرا میشه. و حال شما خواهد دیدن که همین عملیات تقریبا حدود 1 ساعت یا 1 ساعت و 20 دقیقه وقت میگیره و مریض میتونه که سر از فردای عملیات میتونه که استاد شود، راه بگرده و دوباره به زندگی نرمال خود شروع بکنه. این عملیات به نام تبدیل کامل مفصل دیگک یا هانچ است. قبلا نزد مریضایی که امراض روماتیزمال آماس مفصل یا اوستیارتریتاک موجود می بود، خود امراض پگیت ما میگیم اونا موجود می بود، همچنان یک تعداد تومورهایی که از خود رأس فیم و رأس عظم فخذ اونا می بود و بعض سببای دیگه هم داره که خصوصا تروماها که خیلی همین ترزیزات که خیلی مهم است نزد اشخاص که وجود می آمد بازم این رأس خود فخذ خراب میشه، تخریب میشه هم غضروفش و هم خود عظم و این بر مریض دردناک و غیر قابل تحمل میشه. و تداویی که در سابقه هم میشد بر از این مفصل قلف میکردیم چون ما امکانات تبدیل مفصل در افغانستان نداشتیم. حال تداویی هایی که با وجود آمده تبدیل کامل مفصل با اجسام اجنبی که در بازارهای تجارت تیبی سودا میشن همراه از اونا ما تبدیل میکنیم مفصل شانه و تمام حرکات و گپای دیگه شانه که در ضرورت است اما از او نرمال مثل یک انسان نرمال دوباره احیا میشه. هر سبب دیگه که نزد مریض یعنی درد در مفصلش ایجاد کنه ما تبدیل میکنیم مفصلش براش و بیشتر در سنین 30 الی 60 سال مفصل بس تمام مفصل تبدیل میشه چون ما یک هیمی آرتروپلاستی داریم یا نیمه تبدیل مفصل و یک تبدیل کامل مفصل، هر دوی از این دوین 30 تا 60 سال در پیش مریض ها میشه و بعد از این که عملیات از این تقریبا حدود 1.5 ساعت الی 2 ساعت دوام میکنه، بعد از این که عملیات از این خلاص میشه و آنستزی یافت میشه روز بعدیش ما برای مریض بعض حرکت های خاص است که میگیم شروع کنه حرکت های خود همراه فیزیوتراپیست برشان موظف میسازیم و مریض روز دوم مکمل حرکت خود شروع میکنه، مریض میگرده و فقط جرحه از او که تا 2 هفته میمونه که 2 هفته بعد تمو کوکای سوچارا مخیاتش برداشته میشه، بعد از 2 هفته مریض زندگی نرمال خودش رو میکنه، میتونه کارهای عادی زندگی خود پیش ببره، بعض حرکتکای محدودیتایی که در جریان تبدیل مفصل برش به وجود میاد که خود هم معذوریت این میتونه اونها ما رو مراعات میکنه دیگه کاملا زندگی نرمال می داشته باشه. البته این امکانات قبلا در افغانستان نبود، فقط چند سال میشه به افغانستان آمده و متاسفانه بیشتر هموطنهای ما از این آگاهی کاملا نوزم ندارن
و کشورهای همسایه و خارج از افغانستان به خاطر تبدیل مفصل خود چی زانو است، چی مفصل هانش است و یا چی مفصل بند پای است و خارج از کشور مراجعه میکنند، در حالی که همه امکانات در افغانستان است، هم در شفاخانه دولتی هم در شفاخانه خصوصی. فکر نمیکنم که ضرورت باشه که به خاطر تبدیل مفصل خارج از وطن باشه. بعد از اینکه مفصل تبدیل میشه، مریضا میتونن که 15 تا 30 سال بدون هیچ نوع مشکلی همراه این مفصل زندگی کنن. اختلالاتی که بعد از عملیات وجود داره در امریکا هم اختلالات است، در افغانستان هم اختلالات است. کدام گپ قابل تشویش نیست. خطرات انتان است، خطرات بی جای شدنش است که هم در خارج از وطن است هم در داخلش. مشکل زیاد نباشه، میتونه که توسط امو مانور بسته، یعنی بدون عملیات ارجاع شود، که در بسیاری واقعات ما توسط مانور بسته ارجاع میشه. باز در صورتی که مانور بسته ما ناکام میمونه، باز جراحی میکنیم و جراحی از او کلان نیست، جراحی خرد است، دوباره پس ارجاع میشه. همین ساختمانی که بعد از یک اوسیتومی از داخل کشیده شدی را به نام رس فقط میگن، که توسط یک سر یا دیگه که میخواد رس دیگه میگن، که کاملا توسط یک سطح لشم غضروفی بوشانیده شده که تسهیلات حرکی را به وجود میاد، و اما وقتی که تخریبات میشه بنابر عوامل مختلف تر و ما امراض مختلف، سبب و این میشه که امی حرکاتی که در ساعه به وجود میاد، امی حرکات با درد میباشه، و ساختمان دیگه که در داخل شما نمیبینین بنام از تابلو میاد، میشه که سطح از وام مثل زمین باره، کاملا لشمی خود را دست داده و سطح غضروفیش کاملا از بین رفته. از این خاطر مریض هر حرکاتی که در داخل اجرا میکنه سبب تشدید درد میشه. کال بعد از اوکی که ساختمان رو ما کشتیم، ساختمان داخلی رو تراش میکنیم توسط ساختمان سامان مخصوص، بعد از او باز از کامپوننت ها یا از سامان مصنوعی در اوج استفاده میشه. مره همین ساختمان داخلی که در شما ایجا اگر کامپوننت فوکس کرده بنا بنام اسیتابلو میام و خود کاسگی هسته که جرف دیگه هسته که تخریب شده کاملا. ما اینا را یعنی ساختمان را توسط یک ریم مخصوص تراش میکنیم توسط چند سایزش، بعد از او باز آماده میسازیم برای از اون سایز دلخواهی که به شکل مصنوعی بر مریض انداخته میشه. بعد هم باز اول قسمت دیگر خود اسیتابلوم فکس میشه، بعد هم ساختمان دیگه که در داخل جرف خود استخوان فرس یا استخوان رام قرار داره استیم مخصوص برقرار میشه و روسی عملیاتی ما انشاءالله 20 دفعه برخواب نیست. اینال مریض ما آماده عزیز تا که باید از کامپوننت یا از سامان مصنوعی برش انداخته شد. این سامان در یک غشای مخصوص توسط شوهای گاما رادیشن تقیم شده. این کپ است که در داخل استفاده میشه توسط یک پودر و مایع مخصوصی که ایره به نام بون سمنت میگن در داخل تثبیت میشه. ساختمان دیگه که در قسمت پایین استفاده میشه ساختمان دیگه است که به نام ایره استیم یا خودمو ساقه یاد میشه، و بعدا باز همین ساقه توسط یک رس مصنوعی که هم از مواد مخصوص ساخته شده داخل تثبیت میشه و چی کنیم؟ به این شکل در داخل این در قسمت سیتابلوم یا خود جوف دیگر این ساختمان است که در قسمت پایین تثبیت میشه، یا هم توسط سمنت و یا هم توسط سمنت تثبیت میشه. هر حرکتی که مریض اجرا میکنه چون یک ساختمان مصنوعی است از مواد پروپیلین یا مواد مصنوعی قیمت بها ساخته شده، کاملا بدون درد میباشه، میتونه تمام حرکات پیش مریض اجرا شه. حال شما انداختن شه خالی. این ساختمان ها ساختمان های به نام ریم یا برمی مخصوص است که به خاطر آماده ساختن جوف دیگک یا جوف استابلوم استفاده میشه توسط دنده مخصوص و توسط برمی مخصوص داخل کاملا فرش میشه، آماده میشه توسط چند سایز، یک سایز، دو سایز، سه سایز، چهار سایز، تا زمانی که ما متوقن شویم که سطوح غضروفی کاملا از بین رفت. بعد از او باز که سطوح غضروفی از بین رفت نایه پوکاری میشه و توسط سیرم سالین یا سیرم فیزیولوژیک سشتوسو میشه و آماده میشه به خاطر شاندن کپ مصنوعی. پروسیجر عملیت فقط است توسط استبلر مخصوصی که برای جن شده در ظرف تقریبا یک دقیقه دو دقیقه درست شما عملیت مخفم است حرکات مریض. اگر عقل دندان انحرافی باشه یا کج باشه بهتر است کشیده شود.
شاید برای خیلی ها سوال باشه که آیا کشیدن دندان عقل ارتباط به عقل هم داره یا خیر؟ و یا که اگر دندان عقل کشیده نشه چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ معلومات بیشتر در این مورد از دکتر صاحب مشنویم. عقل دندان به یک نگاه به عقل میخواد اعتبار داره که او بار از 18 سالگی میبره، یعنی در او وقت آدم یک کمی عاقل‌تر میشه و بخاطر این در تمام دنیا wisdom tooth یا عقل دندان میگه. عقل دندان عموماً بادر از 10 سالگی میبرایه. اکثرا چون در وقت تمام دندان ها که برای بعد از او عقل دندان میبرایه و انحرافی میبرایه، جای برای برآمدنش نمیباشه. در او صورت کشیدن دندان یک مشکل به دکتر هم میباشه و به مریض هم میباشه. اکثرا کسایی که مثلا میخواه که دندان عقل دندان خود بکشن پیش دکتر برن که جرای وجه فک باشه، یعنی دکتر مگزیل فیشل سرجن باشه. کوشش دکترم این باشه که همیشه وقتی که عقل دندان میکشن اکسریش عکس دندان همیشه باید بگیرن. بعض دفعات می باشه که عقل دندان نزدیک به عصب می باشه، وقتی که دندان میکشین میتونه که عصب زخمی کنه و برای همیشه یک طرفش فلج شود، یک طرف لبش بهس باشه یا یک طرف زبانش بهس باشه. دیگه اکسری بسیار مهم است و اگر کسایی که نو دکتر صاحبایی که نو کار شروع کردن توصیه برای اون هستن که اول خود کوشش نکنن که دندان عقل دندان بکشن و برای دکتر صاحبای روان کنن که جراح باشه. مریض یا منفر کسی که عقل دندانش میبه دردش داشته می درد داشته می باشه یا دهن خود واسه دهن خود واسه کردن نمیتونه و حتی دردش به گوش و به یک طرف مکمل درد داشته می باشه و تکلیفی که مثلا دندان کرد کردن یا دندان چیکار نمیتونه که دندان صحیح بجوان و یک طرفش اکثرا کندگی هم میتونه که پیدا کنه. درد عقل دندان اکثرا دندان جویدن می باشه، در غذا جویدن وقتی که می جود او وقت درد میکنه. البته اگر بوسیدگی داشته باشه باز از طرف شام درد میکنه. اگر عقل دندان انحرافی باشه یا کج باشه بهتر است کشیده شود، چون اگر انحرافی باشه دندانی که پالیش است میتونه امور خراب کنه، دندانایی که پیشروی است میتونه که سرش فشار بیاره، دندانا را اکثر میتونه که دندانا را دیگه دندانا را انحرافی بسازه و یک جای برای غذا بند که غذا بند میمونه و یک جای پیدا میشه و دیگه دندان را خراب میکنه. بهتر است که دندانی که انحرافی باشه و کشیده شود. یگان وقت اترام شده میتونه که دندان درست برآمده، مگر وقت میگیره چون بیره در سر دندان آمده و در اتو حالت ما میتونیم که بیره را شک کنیم تا دندان برایه. ایره اپرکولکتومی میگن در طب دندان و او باز میتونه با آسانی برایه. خب یک چیز دیگه هم است که یگان وقت ما بیره را پس میکنیم، باز بعد از او هم یگان میشه که بیره پس سرش بیاد. اگر باز با تکلیفش میکنه بهتر است کشیده شود. فیصدی از مردم های هستند که عقل دندان ندارن، او هیچ مشکل نداره، یک نرمال است، یک چیز طبیعی است که ندارن عقل دندان. و یک چیزی که بسیار مهمه، کسایی که عقل دندان نداره دیگه دندانش بسیار سالم است، دندان های باقیش بسیار سالم است. عقل دندان تعدادش 4 دندان است و آخری دندان های است که میبرایه، یعنی اشتم دندان. اگر ما از سنتر حساب کنیم دندان اشتم و آخری دندان است که 4 دندان است، آخر حتی از 4 طرف آخری دندان ها را عقل دندان میگن. بعد از اینکه عقل دندان کشیده میشه برای مریض باید گفته شود که چیزهای سرد و نرم میگیره. سرد به خاطر که خون ریزی نکنه و نرم غذای نرم بگیره که در داخل زخم کدام چیزی نروه. و یک چند روز به تکلیف می باشه که وقتی که غذا را می خوره یکم مشکل داشته می باشه، باز آرام میشه و به مریض گفته شوه که شاید کنیدگی و درد پیدا کنه، او آرام نرمال است. و اگر خون ریزی زیاد داشته باشه و یا مشکل داشته باشه باید با دکتر مراجعه کنه. عموما در تمام دنیا باید هر نفر پیش دکتر دندان خود باید هر 6 ماه باید بره، چون ما در کسایی تو نداریم، مثلا مردمان خشی ندارن که هر 6 ماه باید پیش دکتر دندان بره. و درباره عقل دندان یک چیز دیگه که میخواستم براتون بگم و ایسته که عقل دندان واحد دندانی است که از اون ما میتونیم
تخم دندان یا بعد بگیریم که از او ما میتونیم که دندان های دیگر را کاشت کنیم یا کشت کنیم. آفتاب آبهای بوتل شده را سرطان‌زا می سازد. آب یک ماده حیاتی برای تمامی زندگان ها است که قسمت زیاد از وجود ما را تقریبا 75% وجود ما را آب تشکیل می دهد. اما بعض وقت از طرف دکان ها در قسمت نگهداری آب های مدنی دقت صورت نمی گیره و معمولا آب های مدنی را در تحت شعاع آفتاب قرار می دهند که در این صورت یک خاصیت سرطانزا پیدا می کند که خیلی می تواند به صحت ما و به بدن ما مضر تمام شود. معلومات بیشتر در این مورد در این قسمت برنامه با هم می بینیم. خطر نگهداری و مصرف آب در بوتل‌های پلاستیکی. بسته‌بندی آب‌های مدنی و آشامیدنی جزو مناسب‌ترین و سالم‌ترین نوع بسته‌بندی‌ها است و چنانچه بوتل‌های آب مدنی در شرایط عادی نگهداری شوند، خطر مصرف کننده را تهدید نمی‌کند، ولی نگهداری این بوتل‌ها در زیر نور آفتاب یا یخ زدن آب در آنها برای سلامتی بدن مضر است. آفتاب آب‌های بوتل شده را سرطان‌زا می‌سازد. بوتل‌های پلاستیکی آب مدنی که در فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی در معرض تابش نور آفتاب نگهداری می‌شوند، غیر قابل استفاده و سرطان‌زا هستند. برخی فروشندگان برای بازاریابی آب مدنی را پشت شیشه مغازه و زیر نور آفتاب می‌چینند که این کار بر شدت و کیفیت آب مدنی تأثیر منفی می‌گذارد. وقتی بوتل‌های پلاستیکی برای مدت طولانی در معرض نور خورشید می‌ماند، مشتقات نفتی پلاستیک جدا شده و وارد آب می‌شود. این مواد نفتی افراد را دچار بیماری‌های خطرناک مانند سرطان می‌کند. ترکیبات شیمیایی موجود در بوتل‌های پلاستیکی بیشترین تأثیر خود را بر غدد چربی و لنفاوی می‌گذارد و در برخی بافت‌های بدن باعث بروز تومور می‌شود. اگر این آب‌ها در معرض حرارت یا نور آفتاب نباشد، مصرف آنها تا یک سال مشکل ندارد، ولی در غیر این صورت خیلی زود غیر قابل استفاده می شود. نگذارید بوتل‌های پلاستیکی را یخ بزند. در هوای گرم تابستان برخی افراد بوتل‌های آب مدنی را در زیر فریز می‌گذارند تا یخ بزند. سپس هنگام بیرون رفتن از منزل آن را برمی‌دارند تا بتوانند آب خنک بنوشند، در حالی که این کار برای سلامتی بدن ضرر دارد. طراحی اولیه بوتل‌های پلاستیکی به نحوی است که در صورت انجماد آب در آنها، در اثر بروز تغییراتی در پلیمرهای این ظروف، مواد مضر وارد آنها می‌شود. لذا باید از انجماد آب در این بوتل‌ها خودداری کرد. این ظروف صرفاً برای نگهداری آب در درجه حرارت یخچال تا 4 درجه است. طراحی این بوتل‌ها برای خنک ساختن آب است، نه انجماد. تشکر از یک و یک شما هموطنان عزیز که تا آخرین دقایق برنامه با ما همراه بودین. امیدوار هستم که مطالب امشب برنامه ما مورد پسند شما قرار گرفته باشه. هفته آینده باز هم همچنین مطالب بر شما آماده می سازیم. صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین و برنامه های ما را از طریق یوتیوب بیننده باشین. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگارش.